فقط خبر. آتش گرفتن یکی از بزرگترین کشتی‌های نظامی ایران، ناو خارک، در دریای عمان غرق شد. انتقاد مجمع روحانیون مبارز از رد صلاحیت‌های شورای نگهبان. این تشکل اصلاح طلب می‌گوید نامزدی ندارد و در دام مهندسان انتخاباتی نمی‌افتد. دست کم 10 کشته در انفجارهای دیشب کابل. معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید مردم مواظب دور و بر خود باشند. آینده انرژی و دو دیدگاه رقیب در جهان. عربستان کارزار کاهش سوخت‌های فسیلی در غرب را به تمسخر گرفت. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. بعد از ساعت‌ها تلاش و عملیات اطفای حریق، ناو خارک که دیروز آتش گرفت در دریای عمان غرق شد. مقام‌های نیروی دریایی ایران گفتند این حادثه تلفات جانی نداشته و فقط 20 نفر از خدمه دچار مصدومیت جزئی و سوختگی سطحی شدند. پریزاد نوبخت از جزئیات ماجرا و پیشینه و اهمیت این ناو گزارش می‌دهد. لحظات آخر ناوی که 4 دهه عمر کرد. خارک، یکی از بزرگترین و مهمترین ناوهای نیروی دریایی ایران که دیروز در نزدیکی آبهای بین‌المللی آتش گرفت. یک مقام این نیرو گفته همه سرنشینان این ناو که حدود 400 نفر بودند نجات پیدا کردند. خود ناو ما در آبهای دریای عمان غرق شد و تلاش‌ها برای اطفای حریق بی‌نتیجه ماند. این ناو با طول بیش از 200 متر، سرعت حدود 40 کیلومتر در ساعت و قابلیت حمل بالگرد ضد زیردریایی، مدت‌ها بزرگترین ناو تدارکاتی ایران بود و وظیفه‌اش پشتیبانی از ناوگروه‌های رزمی. بیشترین استفاده در ارتش از این ناو در زمینه آموزشی بوده. به عنوان ناو تدارکاتی میتونسته سوخت بسیار زیاد حمل بکنه برای دادن به ناوهای دیگه در دریا، خاربار، آذوقه، مهمات و نیازمندی‌های دیگر ناوها رو در دریا در حین حرکت تأمین می‌کرده. این ناو 33000 تنی را بریتانیا به سفارش ایران در سال 1356 ساخت. با انقلاب ایران تحویلش متوقف شد و سرانجام بعد از مذاکراتی طولانی در دوران جنگ ایران و عراق به ایران تحویل داده شد. این ناو که بارها در آبهای آزاد و بین المللی تردد کرده بود، به سیستم اطفای حریق مجهز بود. هنوز مشخص نیست که آیا این سیستم درست عمل کرده یا نه. در کلی هر کشتی یک سیستم اطفای حریق داره که این 24 ساعت کار میکنه. پمپ‌های مختلفی آب رو در این سیستم ناو به حرکت در میارن که هر آن اگه آتش‌سوزی اتفاق بیفته، حریقی رخ بده، بتونن باهاش مبارزه بکنن و در ناوها هر روزه بدون استثنا تمرین میکنن برای اطفای حریق. اون چرا که بر روی ناو خارک اتفاق افتاده، اگر در طبقات بالا بود باعث غرق شدن این ناو نمیشد، ولی نشانه ها حاکی از این هست که اتفاق بسیار بدی در طبقات زیرین ناو، زیر خط آب اتفاق افتاده و برخی از گزارش ها که تایید نشده است میگویند که این در اثر انفجار و آتش سوزی در دیگ بخار بوده، به همین جهت باعث آب گرفتگی ناو شده که متعاقبا باعث غرق شدن این شده که واقعا باعث تاسفه. روابط عمومی نیروی دریایی ارتش ایران گفته که علت حادثه هنوز مشخص نیست. سفیز، سفینه عسکریه ایرانیه. روزنامه وال استریت جورنال اخیراً گزارش داده بود که در یک سال و نیم گذشته اسرائیل دست کم 12 کشتی و نفتکش ایرانی را هدف قرار داده. با این پیشینه اتفاقات در حوزه دریایی، انواع گمانه ها درباره علت این حادثه مطرح شده، هرچند هنوز شواهدی از علت واقعی آن ارائه نشده. پریزاد نوبخت، بی بی سی. مجمع روحانیون مبارز به رهبری محمد خاتمی با انتقاد از شورای نگهبان رسما اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری هیچ نامزدی ندارد. این مجمع
در بیانیه گفته دلیل این اقدام پرهیز از افتادن در دامی است که مهندسان انتخاباتی تدارک دیدند. در همین حال در پی سانسور فیلم تبلیغاتی عبدالناصر همتی از نامزدهای انتخابات در تلویزیون ایران، باشگاه خبرنگاران جوان گفته کمیسیون بررسی تبلیغات نامزدها خواستار اصلاح و سانسور این فیلم تبلیغاتی شده که پخش نشد. سلماز اکتر روزنامه‌نگار از استانبول با ما هست. خانم اکتر، صحبت از مهندسی انتخابات در بیانیه مجمع روحانیون مبارز چیزی است که شاید خیلی ها اونقدر انتظارش رو هم نداشتند. اونها به نظر میرسه که از برخی گروه های دیگه اصلاح طلب تندتر هم رفتند. سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، استفاده از یک سری الفاظ و واژه ها در بیانیه های رسمی همواره بار متفاوتی داشتن، مثل استفاده از عبارت مهندسی انتخابات در بیانیه مجمع روحانیون مبارز. اما میخوام توجهتون رو به این نکته هم جلب بکنم که مجمع روحانیون مبارز اعلام نکردند که رأی نمیدهند. حالا قبلا اعلام کرده بودند که فاصله، یعنی نه مجمع، بقیه گروه های اصلاح طلب اعلام کرده بودند که قصد تحریم کردن انتخابات رو ندارن. اما در کنار این که از واژه مهندسی انتخابات برای عملکرد شورای نگهبان در این دوره استفاده کردن، رأی دادن در انتخابات رو هم حتی اعلام نکردن که رأی نمیدن، اعلام نکردن که تحریم میکنن، صرفاً گفتند که نماینده‌ای در این انتخابات ندارند. اما عملکرد شورای نگهبان در این دوره آنچنان آشکار بود که واژه دیگه‌ای نمی‌شد براش به کار برد، هیچ لقب دیگه‌ای نمی‌شد به اون اصلاح کرد. فکر می‌کنید چرا گروه‌های دیگه و نهادهای دیگه اصلاح طلب نیامدند و پشت همین بیانیه بایستند؟ به نظر همون اختلاف نظرها بینشون هست و برخی میگن باید از بعضی از کاندیداها حمایت کرد و باز هم به پای صندوق‌ها رفت و برای مقابله با نامزدهای اصولگرا. ببینید، در بین احزابی که به اصلاح طلبی شهره هستند، به اصلاح طلبی شهره هستند و شاخص هستند، به غیر از کارگزاران سازندگی هیچ حزب دیگری نیست که در این انتخابات لزوماً نامزدی معرفی کرده باشه و اعلام کرده باشه که میخوان در انتخابات شرکت بکنه با وجود نامزد مشخص. اما قبول دارم روحانیون و مبارز در این دوره از انتخابات خیلی خیلی پیشتر از شاید بقیه احزاب عمل کرد. البته احزاب دیگه اصلاح طلب هم هستند که احزابی هستند که اعلام کردند که در این انتخابات قصد مشارکت فعالانه ندارند. اما باز هم میگم تقریبا هیچ کدوم از این احزابی که به هر دلیل انتخابات رو به دلیل نحوه عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدها و رد صلاحیت کردن اکثر چهره های شاخص اصلاح طلب زیر سوال بردن، تحریم انتخابات نیست. و اگر خیلی کوتاه بفرمایید، فکر میکنید ممکنه شرایط طوری تغییر بکنه که نظر این گروه ها درش تغییری اتفاق بیفته، یا نه فکر میکنید در چند هفته آینده منظورم هست؟ من فکر نمی کنم گروه ها و احزاب اصلاح طلب تغییر نظر بدن، اما حدس می زنم با توجه به سابقه عمل کرده احزاب اصلاح طلب که به صورت فردی چهره های شاخص اصلاح طلبان طی هفته های آینده به حمایت از یک نامزد انتخاباتی یا رأی دادن به اون نامزد انتخاباتی دست بزنن. ممنونم از شما سلماز اکتر، روزنامه‌نگار از استانبول ترکیه. ممنون. ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی قرار است تا چند ساعت دیگه در وین در نشستی در چارچوب کمیسیون مشترک برجام پیشرفت‌ها در مذاکرات غیر مستقیم بین این کشور و آمریکا را بررسی کنند. دوره پنجم این مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده و ممکن است هیئت‌های مذاکره کننده برای مشورت بیشتر به پایتخت‌هاشون برگردند. در تهران اما رئیس جمهوری ایران بار دیگر از پیروزی در مذاکرات گفته. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. قرار است کمیسیون مشترک برجام تا چند ساعت دیگر در وین نشست دیگری داشته باشد. جلسه قدرت‌های بزرگ و ایران برای بررسی پیشرفت‌های تازه‌ترین دور از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا، دور پنجم. روشن است که این دور از مذاکرات هم نتوانسته است فاصله ها را از میان بردارد تا دو طرف به تعهداتشان در توافق هسته‌ای 6 سال پیش برجام برگردند. در تهران اما حسن روحانی رئیس جمهوری از همکنون از پیروزی در مذاکرات سخن میگوید. این او امروز. این که شما میبینید امروز در وین مذاکرات ما به خوبی پیش میره، این مال صبر مردمه. بفهمند همه.
پیروزی ما در سایه ایستادگی ملت ایرانه. در مذاکرات وین اختلاف‌های عمده همچنان باقی است. اینکه آمریکا حاضر است کدام تحریم‌ها را بردارد و کدام را برندارد. اینکه ایران باید سانتریفیوژهای پیشرفته‌اش را نابود کند یا انبار کند. اینکه ایران باید مازاد اورانیوم غنی شده‌اش را چگونه از میان بردارد. اختلافایی که تندروها در ایران که سرگرم تبلیغات انتخاباتی هستند بر آن دامن میزنند. امروز همه بحث مذاکره میکنن. تو بعضیا میگن ما بیاییم بهتر مذاکره میکنیم. الحمدلله پس مذاکره رو قبول کردید. پس قبول کردید مذاکره رو. میگید ما بیاییم ما بهتر مذاکره میکنیم. اهلا و سهلا شما تشریف بیارید. ما بر ما اون مهم نبود. مهم این بود که بفهمید راه مذاکره است. بفهمید راه تعامل با جهانه. این مهم بود و این الحمدلله تو این 8 سال فهمیدید. در ایران تندروها میخوان فعالیت‌های هسته‌ای کشور را حتی‌الم کن با همون سرعت سابق ادامه دهند. وزیر دفاع اسرائیل قرار است فردا در واشنگتن با وزیر دفاع آمریکا در این باره گفتگو کند. اسرائیل معتقد است که همزمان با مذاکرات در وین، ایران همچنان در رویای یک بمب اتمی است. به میانه برنامه رسیدیم. نگاهی دوباره بکنیم به سرخط خبرها. ناو خارک، یکی از بزرگترین کشتی‌های نظامی ایران، آتش گرفت و در دریای عمان غرق شد. مجمع روحانیون مبارز با انتقاد از شورای نگهبان میگوید در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نامزدی ندارد و در دام مهندسان انتخاباتی نمی‌افتد. در ادامه این برنامه، همزمان با محدودیت‌های بیشتر برای قول‌های انرژی غربی، وزیر نفت عربستان می‌گوید طرفداران حذف سوخت‌های فسیلی در هپروت به سر می‌برند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت دو انفجار بمب در اتوبوس‌های مسافربری کابل را به عهده نگرفته و طالبان هم دست داشتن در آنها را رد کرده. در این انفجارها که دیشب در غرب کابل اتفاق افتاد، دست کم 10 نفر کشته شدند و 12 نفر زخمی. همه اونها غیر نظامی و اکثرشون شیعه هزاره بودند. در همین حال کمیسیون حقوق بشر و دفتر سازمان ملل از افزایش چشمگیر حملات علیه غیر نظامیان در یک ماه گذشته ابراز نگرانی کردند. امرالله صالح و پلیس کابل خواهان همکاری مردم در شناسایی افرادی شدند که مواد منفجره رو در خودروهای شهری کار می‌گذارند. نصیر نوا از کابل گزارش می‌دهد. تیغ مرگ همه روزه در خانه افغان‌ها این گونه رخنه می‌کند. کفن محمد عارفی را می‌دوزند که با یک اتوبوس مسافربری همراه همسرش دیشب به خانه برمیگشت. کمتر از یک سال از عروسیش می‌گذرد و با مدرک فوق لیسانس در جستجوی کار بود، اما مرگ نصیبش شد. شب گذشته دو انفجار پی هم در غرب کابل با فاصله یک ساعت دست کم 10 خانواده دیگر را به گلیم غم نشاند و 12 نفر دیگر را راهی شفاخانه کرد. هر دو انفجار ماین جاسازی شده در اتوبوس مسافربری بود. با چشمی سر دیدیم که سر یک نفر یک جای بود، دستش دیگر جای بود، پایی بود. این تو شاخ درخت شما مشاهده میکنید، پیشتر میومدید روزی روشنتر بودند. گوشت نفر در شاخهای درخت تاویزان بود. این انفجارها در نزدیکی مسجد اهل بیت و گلای دواخانه رخ داده که مردم اغلب شیعه و هزاره هستند. 3 هفته قبل هم 3 انفجار متواتر در مقابل مدرسه‌ای در برچی بیش از 85 کشته و 150 زخمی به جا گذاشت، همه دانش آموز. انفجارهای هدفمند علیه قوم هزاره در این سمت پایتخت واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته که حکومت را واداشته طرحی تازه برای امنیت این منطقه بچیند با همکاری مردم. مردم اما خشمگین و اندوهگین. انفجارهای دیشب تنها غم و خون نبود. انفجار سومی پایتخت را در تاریکی فرو برد. انفجار چند ماین در نزدیکی خطوط برق رسانی در قره‌باغ شمال کابل، آنچه که در یک ماه گذشته بارها اتفاق افتاده. انفجار ماین های جاسازی شده در این اواخر خالی از خسارات مالی و جانی نبوده.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته در طول یک ماه گذشته 280 غیر نظامی به شمول 109 کودک در نتیجه خشونت ها کشته و 643 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان نمایندگی سازمان ملل در افغانستان از افزایش تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده و گفته تنها در یک هفته گذشته 23 نفر کشته و نزدیک به 50 نفر زخمی شدند. با وجود اینکه بیشتر از یک سال از توافقنامه دوحه می‌گذرد، شرط کاهش خشونت‌ها پیاده نشده و جنگ در میدان نبرد و چهار دیواری خانه جنازه به جا می‌گذارد. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. بیش از یک دهه جنگ در سوریه صدها هزار کشته و میلیون ها آواره به جا گذاشته. در میان روایت کودکان شاید از همه غم‌انگیزتر باشه، اونها که زخم جنگ برای همیشه به تنشون میمونه. کارلین هالی از اردوگاه آوارگان سوری در اردن قصه دو کودک رو برامون بازگو میکنه. 7 سال پیش مصطفی و خواهرش دعا به شکلی معجزه آسا از یک بمباران رژیم سوریه جان سالم به در بردند. پدر و مادر آنها اما جان باختند. در این حمله مصطفی دچار شکستگی لگن شد و چند ترکش وارد مغزش شد که آسیب‌های جدی بر سیستم حرکتی بدنش وارد کرده. قبلا هم مصطفی را دیده بودم وقتی 5 سالش بود. در همه این سالها آنچه که تغییر نکرده لبخند اوست. بی انتها و پر از سخاوت. حالا مصطفی سر از پا نمی شناسد. او و خواهرش دعا و مادر بزرگشان قرار است فصلی نو از زندگی را در آن سوی دنیا آغاز کنند. شو احساسك؟ از اینکه داری میری استرالیا چه حسی داری؟ فکر می کنم اونجا زندگی خوبه. اونجا درمان میشم و اینطوری میتونم مثل بقیه دوستان بشم. چه جوری مثل دوستات میشی؟ چی میشه؟ فرقش چیه؟ دیگه مثل اونا میتونم دستای سالمی داشته باشم و ازشون استفاده کنم. اونا پاهای سالمی دارن که باهاش راه میرن ولی من ندارم. اینجا مصطفی با دخترمو و پسرموهایش بازی میکند. مثل همیشه با بدنش کلنجار میرود که در بازی از همسن و سالهایش جا نماند. نسبت به آخرین باری که او را دیدم مشکلات حرکتی او بیشتر هم شده. در چند سال اخیر مادر بزرگ جای خالی مادر را برایشان پر کرده. این هجرت برای او هم آسان نیست. روز موعود فرا میرسد. شب پیش از آن مصطفی و خواهرش آنقدر ذوق دارند که خوابشان نمیبرد، ولی در لحظه آخر همه چیز دوباره به هم میریزد. طبق برنامه اونا الان باید سوار هواپیما میشدن، ولی یه آواره هیچ وقت زندگیش دست خودش نیست. به همین خاطر فعلا سفرشون به تعویق افتاده. مرحبا مصطفی. سلام مصطفی. سلام دعا. حالتون خوبه؟ چی شده بچه‌ها؟ خیلی خوشحال بودیم که داریم میریم، ولی الان ناراحتم. قصه دیگر قصه رهاف است. او و مصطفی همدیگر را نمی‌شناسند ولی به یقین درد مشترک دارند. بمباران حکومت سوریه او را هم خانه ویران کرد. سوختگی خواهرش قمر بسیار شدیدتر بود. روزی نیست که بهش فکر نکنم. همیشه و همه جا جلوی چشامه. 9 سال پیش قمر را در بیمارستان دیدم. قرار بود اینجا صورت سوخته‌اش را عمل کنند. جراحی پشت جراحی، از این بیمارستان به آن بیمارستان. رهاف هم خودش 12 عمل جراحی داشته به تعداد سالهای عمرش، اما هیچ دردی برایش بدتر از درد از دست دادن خواهرش نبوده، خواهری که عزیزتر از جان و بهترین دوستش بود. این آخرین عکس قمر است. پارسال کمی قبل از آن که بدنش دیگر نای مبارزه را از دست بدهد و تسلیم یک بیماری و عفونی شود. دوستش جراح بشه. تو چی رهاف؟ اول دوست داشتم معلم بشم، ولی الان منم میخوام جراح بشم. مثل خواهرت؟ چون رویاش این بود که جراح بشه، درسته؟ بله، میخوام آرزوشو برآورده کنم. رهاف خودش را آماده میکند که با خواهرش دیداری تازه کند، اما در گورستان، مزار یک قربانی دیگر که سالها پس از بمباران جان خود را از دست داده. سالها تلاش خانواده برای نجات او در نهایت بی نتیجه ماند. باورشان نمی شود دخترشان حالا زیر خاک است. همان فرجامی که جنگ سوریه برای بسیاری دیگر رقم زده. مصطفی هم هنوز دلخوش به رویای رفتن است تا در استرالیا زندگی را از نو آغاز کند. هر جا برود اما آن ترکش کوچک که در مغزش که نای حرکت را از او گرفته رهایش نخواهد کرد. کارولین هولی، بی بی سی نیوز، امان.
وزیر نفت عربستان میگوید کارزار کاهش سوختهای فسیلی و حذف گازهای گلخانه‌ای توهمی بیش نیست. این حرف او واکنشی به اظهارات اخیر رئیس آژانس بین‌المللی انرژی بود که گفت باید برای نجات زمین از بحران تغییرات اقلیمی از امروز همه پروژه‌های جدید اکتشاف نفت، گاز و زغال سنگ متوقف بشه. حالا در آلاسکا به دستور رئیس جمهوری آمریکا استخراج نفت متوقف شده. سیاوش اردلان گزارش میده. این خوشحالی‌ها و پایکوبی‌های هفته پیش در هلند در مقابل اجلاس دیروز اعضای اوپک پلاس دو دنیای موازی را به تصویر می‌کشد. وزیر نفت عربستان در نشست اوپک کارزار کاهش سوخت فسیلی را به تمسخر گرفت. آژانس بین‌المللی انرژی اخیراً گفته بود برای محافظت از کره زمین در برابر خشم طبیعت باید از همین الان همه پروژه‌های جدید نفت و گاز و زغال سنگ متوقف شود. وزیر نفت عربستان این گفته‌ها را تخیلات هپروتی توصیف کرد. این دوگانگی‌ها بر سر انرژی و منابع تأمین آن است. ادامه تکیه بر نفت و گاز و زغال سنگ که جهان را می‌آلایند و نظم طبیعت را بر هم می‌زنند یا حرکتی انقلابی برای رهایی از این وابستگی و بهره گرفتن از نور خورشید و باد و فناوری‌های پیشرفته. اتفاقاتی که هفته پیش در نظام انرژی رخ داد بی سابقه بودند. دادگاهی در هلند حکم داد که شرکت نفتی شل باید تا 10 سال دیگر نزدیک به نیمی از گازهای گلخانه خود را بکاهد. شرکت شل موظف است تا سال 2030 45% از انتشار گازهای آلاینده گلخانه خود را نسبت به سال 2019 کاهش دهد. در کنار این فشار افکار عمومی مخصوصاً در بین نسل جوان سهامداران شرکت‌های نفتی را پای کار آورد که در جلسات هیئت مدیره شرکت‌هایی مثل اکسون موبیل و شوران و توتال مدیران این شرکت‌ها را مکلف کنند که در یک برنامه زمان‌بندی شده سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند. این حرکت‌ها در غرب برای فعالان اقلیمی و دلواپسان آینده زمین دلگرم کننده و یک پیروزی بزرگ بود. اما در کشورهای نفتیز که سوخت فسیلی منبع درآمد آنهاست، حس پیروزمندانه از جنس دیگری وجود داشت. حس پیروزی از اینکه رقبای نفتی آنها در غرب با دست خود آتش به مالشان زدند و عرصه را برای منفعت و بهره برداری شرکت‌های تولید سوخت‌های فسیلی در کشورهای رو به توسعه آماده کردند. شرکت‌های مثل آرامکو در عربستان و گازپروم در روسیه. هنوز برای شرط بندی برای آینده نفت و گاز زود است. دنیای صنعتی غرب بنا دارد تا سال 2050 کربن صفر شود. یعنی عملاً سوخت فسیلی تولید نکند یا اگر می کند آلایندگی آن را هم جذب کند. اما تقاضا برای نفت و گاز و زغال سنگ همچنان در کشورهای روبه رشد مخصوصاً در آفریقا و آسیا بالاست. آیا اگر انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر بتوانند اقتصادهای صنعتی غرب را با هزینه‌های کمتری بچرخانند؟ زیرساخت‌های سوخت فسیلی روی دست صاحبان آنها می‌ماند و ضررده می‌شود یا جا را برای دنیای موازی از زندگی با نفت و گاز و زغال سنگ باز می‌کند. یک چیز روشن است. عواقب مصرف سوخت فسیلی یعنی بحران تغییرات اقلیمی مثل خشکسالی و سیل و طوفان که مرز نمی‌شناسد و دامن همه را می‌گیرد. سیاوش اردلان، بی بی سی. مسابقه های انتخابی جام جهانی 2022 قطر در قاره آسیا فردا با 10 مسابقه پیگیری میشه. در گروه C ایران در منامه با هنگ کنگ بازی میکنه و بحرین با کامبوج مسابقه میده. در گروه پنجم هم در دوحه افغانستان با بنگلادش بازی میکنه و قطر میزبان جام جهانی سال آینده به مصاف هند میره. در گروه ششم هم تاجیکستان فردا استراحت داره. پوریا جعفری خبرنگار ورزشی ما اینجا در استودیو با من هست. پوریا، شرایط صعود ایران چگونه است؟ ایران باید چه نتایجی بگیره که بتونه صعود کنه به راحتی؟ ما 40 تیم داریم که توی 8 گروه 5 تیمی اینها تقسیم شدن و خب 12 تیم باید برن مرحله بعدی. از 8 سرگروه به صورت مستقیم میرن و 4 تیم دومی که بهترین نتیجه گرفته باشن هم با اونها میرن. فقط یک استثنایی وجود داره، تیم قطر به خاطر اینکه میزبان جام جهانیه تو این جدول فقط به خاطر بازی‌های آسیایی هست و جام ملت‌های آسیا و در نهایت از این جدول حذف خواهد شد. یعنی که
احتمالا میشه 7 تا سرگروه و 5 تا تیم دوم. اگه که جدول رو بتونیم ببینیم در مورد گروه ایران الان توضیح میدم. کار ایران واقعا مشکل هست. همینطور که میبینی ایران در جای سوم گروه 6 امتیاز گرفته از 4 تا بازی که انجام داده. عراق در صد گروه و ایران الان 4 تا بازی داره. از این 4 تا بازی ایران به بحرین و عراق نمیتونه ببازه و باید حداقل یه دونشون هم ببره. یعنی که حداقل امتیازی که ایران احتیاج داره که از اینجا بره بالا 10 امتیازه. خب هنگ کنگ و کامبوج که به نظر آسون‌تر میاد، ایران از عراق و بحرین تو این مسابقه‌ای که پیش رو داره باید یکیشو ببره و یکیشو مساوی بکنه. این دست کم چیزیه که ایران احتیاج داره. چقدر شانس داره اون وقت که بتونه این 10 امتیاز رو بگیره به نظر؟ خب مجید روی کاغذ اگه که بخوایم نگاه بکنیم الان ایران بازیکن‌های خیلی خوبی داره. یعنی من تو تمام سالایی که دارم فوتبال ایران رو دنبال می‌کنم از نظر آمادگی بازیکنایی که الان به خصوص در خط حمله داریم فوق‌العاده هستن. جهانبخش تو برایتون فیکس شده، سامان قدوس با برنتفورد اومده لیگ برتر، اینا بازیکنای تهاجمی هستن. بازیکنی که تو ایران هستن مثل وحید امیری با کیفیت، هم مهدی قائدی در استقلال با کیفیت، به علاوه سردار آزمون و مهدی طارمی که تو خط حمله واقعا از آماده‌ترین بازیکنای این لحظه اروپا و آسیا هستن. یعنی که تو تیمای خودشون فیکس بازی می‌کنن تو لیگ قهرمانان. روی کاغذ ایران واقعا از عراق و بحرین قوی تره، ولی که خب میدونیم که دو تا مسابقه رو به اینا رفته باخته. اون چیزی که اگه قرار بود همه نتایج مسابقه های فوتبال بر اساس بازیکن‌ها باشه خب کار ایران خیلی آسون بود، ولی میدونیم که کارش آسون نخواهد بود. و میدونم که نشست خبری مسابقه که فردا قراره با هنگ کنگ برگزار بشه هم تو اون رو گوش کردی، نکته مهمی چی داشت؟ واقعا همه چی که در مورد این میزبانی بحرین هست جنجالیه. الان مهمترین نکته‌ای که از صحبت‌های دراگان اسکوچیش که امروز مهدی طارمی رو با خودش برده بود به نشست خبری که مشخصا طارمی فردا بازی خواهد کرد، از زمین مسابقه هم اشکال گرفته بود. دو تا دلیل آورده بودن که این میزبانی رو از ایران گرفتن، یک شرایط کرونا بود، یکم استادیوم‌های که نامناسب بودن. و الان داریم میبینیم مسابقه فردا داره ساعت 5:30 به وقت منامه در بحرین برگزار میشه. واقعا این موقع تابستون تو خیابون راه هم نمیشه رفت تو اون تیکه دنیا، چه برسه بخوایم فوتبال بازی بکنیم. یعنی که احتمالاً استادیوم دوم بحرین یه مشکلی داشته، یا نور بوده یا یک مسئله دیگه بوده که اونجا برگزار نکردن و ساعت مسابقه زودتر داره برگزار میشه. و حالا هم که میبینیم که اسکوچیش خیلی ناراضی از شرایط زمین مسابقه که میگن کیفیت لازم رو نداره و همه میدونن وقتی که زمین نباشه تیمی که قوی تره کارهای تاکتیکی و تکنیکی رو سخت‌تر میتونه اجرا بکنه، به نفع تیم‌های ضعیف‌تر خواهد شد. ممنون از پوریا پوریا ژافر همکارم اینجا در استودیو که فردا هم فکر می‌کنم با ما باشی. ممنون از تو و ممنون از شما که همراه ما بودید در این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهیم بود.